بینندگان عزیز، در هفته گذشته شمه ای از کارهای کانون اندیشه رو از نظر شما گذروندیم و با دوستان خوبمون آقای دکتر سعید آمالی و همینطور خانم مهناز مینانی گفتگو کردیم. اجازه میخوام که این گفتگو رو در مورد فستیوال ایرانیان که در روز هفتم ماه آگوست خواهد بود مجددا ادامه بدیم. راجع به فستیوال، مسئله بسیار عمده است که دوستان عزیز باید حتما باش آشنا باشن. خب امسال فستیوال چه کار خواهد کرد؟ چه برنامه‌هایی درش خواهد بود؟ اگر ممکنه مجددا برای بینندگان عزیز ما توضیح بفرمایید. چشم. همونجوری که هفته پیش صحبت کردیم راجع به این مسئله، برنامه‌های روی صحنه شامل رقص و آواز و موسیقی هست. داریم سعی می‌کنیم که یه عده‌ای از بچه‌ها رو به صورت والانتیر بتونیم دور هم جمع کنیم که بتونن لباسای محلی ایرانی رو نشون بدن. درسته خانم ایرانی؟ شما راجبش بیشتر می‌خواستین صحبت کنیم. ما سالای قدیم یه فشن شوی بودش که بچه‌های بین 2 ساله، بچه‌های واقعا کوچیک بودن تا بچه‌های 15-16 ساله می اومدن، معمولا هم دختر خانما بودن، لباسای محلی ایرانی تن می‌کردن. یه حالتی اورگانایز بود، اما امسال دوست داریم باز باشه به عموم و هر کسی بچه‌ای، خیلی از دوستامون هستن که دارن بچه‌ها ایران رفتن جاهای مختلف، لباسای محلی و سنتی دارن و اگر بتونن بچه‌هاشون وقتی روزی که میان لباساشون رو تن کرده باشن، مال هر قومی هر جایی هستن و یه حالت چهره دیگه‌ای به فستیوال میده که ما داریم این گروه‌های مختلف رو داریم و سنتی بودنش رو نشون میده. دوست داریم همه دوستایی که تو خونه هستن، اگر بچه‌ای دارین، خودتون لباس محلی دارین، لطف کنین بپوشین روز 7 آگوست و بیاین داونتاون پورتلند پیش ما باشین. بسیار عالی. اتفاقا من یادم میاد که چند تا کلیپ هم داشتیم از اون رقص که بچه‌های خیلی خردسال انجام داده بودن با لباس‌های بسیار زیبای محلی و واقعا زیبا بود. امیدوارم هستم که دوستان عزیز باز هم با همون لباس‌های زیبا در این مراسم شرکت بکنن. آقای آمالی، این غرفه‌هایی که الان دارین، میدونم که خب بخش غذا هست، بخش‌های اقتصادی هست، بانک‌ها ممکنه حتی در اون باشن. ممکنه که کمی راجع به طبیعت این غرفه‌ها صحبت بکنید؟ سعی ما، سعی برگزار کنندگان این فستیوال در سال‌های قبل همه بر این بوده که واقعا این یه موقعیتی استفاده کنن، هم گروه‌های غیر انتفاعی یا نان پروفیت بتونن فعالیت‌هاشون رو عرضه کنن به مردم، یه تماسی داشته باشن به صورت مستقیم‌تر با مردم ما، جامعه ایرانیایی که در اینجا هستن، و همینجور با جامعه آمریکایی یا غیر از ایرانی. همینجور یه موقعیتی باشه برای بیزنس‌ها و شغلای ایرانی که بتونن نشون بدن واقعا ما چه کارهای مختلفی رو، چه طیف گسترده‌ای رو داریم توی منطقه پورتلند و ونکوور و واشنگتن. غیر از اینا بله، یه سری غرفه هم هست که غذاهای ایرانی رو داره برای تمام شما همه و مردم که میان اونجا، که بتونن واقعا یک مزه‌های غذاهای مختلف رو داشته باشن. همیشه وقتی ما صحبت میکنیم، واقعا این فستیوال هم که شما فرمودین قبلا، شاید بزرگترین موقعیتیه که جامعه ما در این منطقه داره که بتونه تمام چیزایی که داره به صورت خیلی مثبت به این جامعه آمریکایی، جامعه‌ای که درش زندگی میکنیم، ارائه بده، نشون بده، که یه سری خبرهای منفی که همیشه در رادیو و تلویزیون هست و بتونیم یه کمی ملایم کنیم که باشد. مردم دیگه متوجه بشن که فقط ایران و ایرانی راجع به اون مسائل نیست و واقعا هر چی بیشتر مردم ما بتونن بیان، هر چی بیشتر در این غرفه ها بتونن سعی داشته دست داشته باشن، هر چی بیشتر اینتراکشن و صحبت داشته باشن، ما به اون هدفمون نزدیکتر میشیم. و خوشبختانه الان از تقریبا 23-24 تا غرفه جایی که داریم توی اون محبته که داریم، شاید یه دونش خالی باشه. غرفه‌ای داریم که هنر ایرانیه، غرفه خیلی بزرگ داریم که آقای سعدی نیکو داره برگزار میکنه که کلی آثار مختلف ایرانی و صنایع دستی اینا، هنری رو اینا داره نشون میده. و همونجوری گفتم گروه‌های غیر انتفاعی هستن که صحبت‌ها و ایده‌های ایناشونو ارائه میکنن. خانم ایرانی، ممکنه که راجع به شرکت داوطلبان، کسانی که میتونن به هر حال به کانون اندیشه کمک بکنن در برگزاری این مراسم، حالا کسانی هستن که در پشت صحنه هستن و قطعا کارهای هنری رو دارن انجام میدن، کارهای فنیش رو دارن انجام میدن، ولی کسانی هستن که میتونن به سهم خودشون
به کانون اندیشه کمک بکنن. ممکنه بفهمید که اگر اونها بخوان قدم پیش بگذارن شرایطش چی هستش؟ آقا مثلا این برنامه مردمیه، ما هم که داریم اینجا، ما فقط کارهای پیپر ورکشو به قول معروف انجام میدیم که از قبل ارگانایز باشه، پلان شده باشه. این برنامه به مردم ایرانی پورتلند تعلق داره. هرچی بیشتر سهیم باشن برنامه‌مون غنی‌تر خواهد بود. خیلی ما درون شهر استعدادهای مختلف وجود داره، قسمت موسیقی، هنر. لطف کنن بیان شرکت کنن، جزو تصمیم گیرنده ها باشن. ماها خیلی چیزا رو نمیدونیم، خیلی آدمایی که شناخته شده باید باشن ما هنوز نمیشناسیم. سعی کنن با دوستاشون، با همسایه‌هاشون صحبت کنن در مورد این فستیوال و بیان شرکت کنن. ما در مورد داوطلبا، خب معلومه یه برنامه وقتی اورگانایز میشه اون روز خیلی آدم لازم هستش و معمولا دوستای نزدیک همیشه لطف کردن بودن. دوست داریم چهرهای جدید بیان و اگر دوستایی که الان برنامه رو میبینن همونجا برن یک ایمیل بدن info@andisheh.org، روی سابجکت بزنن volunteer for the festival، حتما باشون تماس میگیریم. روز قبل از، دو روز قبل از فستیوال ما یه میتینگ خواهیم داشت، باشون صحبت میکنیم. این برنامه همونطور که گفتین 10 صبح هست تا 5 بعد از ظهر. هوای گرم، خودشون دوست دارن با دوستاشون اینتراکت کنن، یه ساعت دو ساعت از وقتشون رو در اختیار ما بذارن، به کمک غرفه ها باشن، به کمک بچه‌ای که روی استیج هستن باشن، قسمت ساوند سیستم خیلی کمک لازم هست. درست. اگر بتونن لطف کنن وقتشون در اختیار ما بذارن ازشون واقعا تشکر میکنیم. ما روی صحنه از ساعت تقریبا 12 تا 3 یا 4 برسی که چقدر بتونن برنامه رو پر کنیم و افراد مختلف داشته باشیم، برنامه مختلف است. اول کل این برنامه ها یه سری افرادی هستن که ما هم قدردانی ازشون داریم، هم به قولن دیگنیتری یا افراد متشخصی که در جامعه هستن میان که باشون صحبت کرده باشیم. بعد از این یه مقداری، یه زمانی هست که برای کارهای هنری مختلفه. این کارهای هنری رو ما یه تعدادشون الان مشخص شده، ولی به اندازه کافی ما جا داریم بین اینا که بتونیم افراد دیگه ای هم که مایل باشن اون وسط بذاریم. همینجور که تارا میرانی گفتن، یا میتونن با ما از طریق وبسایت تماس بگیرن، اگه خودشون شخصا ما رو میشناسن که میتونن مستقیما ما تماس بگیرن. آقای صالحی به عنوان یکی از داوطلبای که هستن دارن کل این برنامه هنری روی صحنه رو متشکل میکنن و اگه ایشون رو میشناسن میتونن به طور مستقیم با ایشون هم تماس بگیرن و بگن که ما چه علاقه دارن و که بتونن با ایشون هماهنگی کنن. خیلی ممنون. خانم میرانی، شما راجع به وبسایت فرمودید و اینکه از طریق ایمیل میشه تماس گرفت، اگه ممکنه شماره تلفنی هم در اختیار بینندگان عزیز قرار بدید که اونها از طریق، کسانی که به هر حال زیاد های تک نیستن، بتونن با شما تماس بگیرن. خواهش می‌کنم. بله، روی نمیدونم دوستامون اگر فلایر رو دیدن، ما سعی کردیم توی تمام مغازه‌های ایرانی و جاهای اطراف بذاریم. شماره تلفنمون 503-915-3531. یک دفعه دیگه تکرار 915-3531. خیلی ممنون. ما تقریبا یک دقیقه به پایان این بخش داریم. اگر مطلب دیگه ای هست راجع به فستیوال میتونید که با دوستان عزیز ما در میون راجع به داوطلبا خواستم اضافه کنم که اولا غذا و نوشابهشون مجانیه و یک آرمبند خیلی قشنگ بهشون میدیم که روش نوشته داوطلب. پس به خاطر اون غذا هم که شده اسم ما رو هم الان بنویسین. بنویسین اسمش. خیلی ممنون دوستان عزیز از اینکه لطف کردین. در برنامه‌های آینده راجع به برنامه‌های آتی کانون اندیشه با شما گفتگو خواهیم کرد. ممنون. متشکرم.